درود بر شما، بامداد نکو باشه. 48 روز only 48 days remain to پایان خبر امروز. باورتون نمیشه ساخت خبر امروز یه چیز دوست داشتنیه، اما اینکه حسابشو میکنم خدای من چقدر انرژی پاش میره تا یه اپیزود تولید بشه و میشه این رو به شیوه های مفیدتری تو زندگی استفادهش کرد، خیلی چیز جالبیه. دیروز که متوجه شدم دقیقاً پارسال در چنین روزی، در چنان روزی کارم رو دوباره استارت زدم و وقتی که نگاه میکنم تو مسیر یک سالم چه پیشرفتی کردم، پیج اینستاگرامم رشد کرد، یوتیوبم نه خیلی زیاد حدود 50,000 نفر رشد کرد، از لحاظ درآمدی خیلی بهبود پیدا کردم، بیشتر اعتبار و بن پایه کارم خیلی قوی شد، نیرو کار خیلی هم تیم خیلی قوی تونستم جمع کنم، حدود الان 15-16 نفریم. این حس فوق‌العاده ای بهم میده که همیشه تو یک سال دوباره چه قدرت بیشتری گرفت از درس از گذشته، چطوری موجب شد که قوی تر از پیش بریم. چقدر سوتی دادم در چند لحظه صحبت کردن. امیدوارم روز بسیار خوبی داشته باشین و خبر امروز هم اگه یه روزی تموم شد مطمئن باشید یه چیز بهتری جایگزینش میشه. بریم سراغ سرتیتر اخبار، بعد از اون در چنین روزی و بعدش اخبار اصلی. به این سوال پاسخ میدیم که هوش مصنوعی داخل گوشه سامسونگ پولی میشن، در مورد اینکه ای سیم چی هست و چطور به درد آینده گوشه های موبایل میخوره صحبت میکنیم. استریمر همین پوکیمین که دیروز در موردش صحبت کردیم میخواد توییچ رو ترک بکنه، چرا نمیدونم. مهمترین قابلیت هایی که در iOS 18 منتظرش هستیم رو صحبت میکنیم و در مورد تیلور سویفت و مسابقات سوپر بول صحبت میکنیم. قرار احتمالاً سوپر بول اون اجرای میانش با تیلور سویفت باشه و باتری بزرگتر گلکسی زی فلیپ 6. اینها اخبار جهانی مونن. دیشب خودرو اکستریم MVM به صورت رسمی رونمایی شد و محمد رضا گلزار به عنوان سفیر برندش انتخاب شد. در مورد اون صحبت میکنیم. بازار داغ و خرید و فروش حواله خودروهای وارداتی جانبازان به نام جانباز به کام مرفه بیدرد. هدست $3,500 اپل ویژن پرو بالاخره در بازار قرار گرفت. MKBHD آنباکسش کرد، ریویوش کرد. خیلی از دیگر رسانه ها در موردش صحبت کردن که جداگونه بهش میپردازیم. این تصویری که مشاهده میکنید دقیقا در چنین روز 31 ژانویه 1958 اکسپلورر 1 اولین ماهواره آمریکایی که به دور زمین به گردش در اومد به فضا پرتاب شد و اینم تصویر چمپ، اولین میمون انسان نما یا بهتره بگیم نخستی پریمیت که به فضا رفت 31 ژانویه 1961، 53 سال پیش رفت فضا و بعد برگشت، سالم هم برگشت. مثل اون میمونه نیست که رفت فضا تو ایران و جنازش برگشت بعد جا به جاش کردن. همین، اینم هم دو تا خبر در چنین روز. توری اولین غیر انسانی بود در واقع این رفت به فضا. حالا در جهت آگاهی بدونید که ایپ یا همون نخستی ها یا میمون انسان نما میشن شامپانزه ها، گوریل ها، انسان ها، ولی میمون ها نه. میمون ایپ نیست. اوکی، اینو با هم فرق میکنن. خودرو اکستریم وی ایکس یه خودروییه که پیشتر در موردش صحبت کرده بودیم، تو سفر چین که رفته بودیم استوریش کرده بودم. اکستریم وی ایکس یه خودرو شاسی مستقل از بدن و ایناست. بعدش خیلی هیولاست، خیلی امکانات زیاد داره. این شکلی بگیریم تیگو 8 پرو خیلی خفن‌تره، کلاس بدنه بزرگتر فلان اینا. بعد آقای گلزارم رسما سفیر برند این خودرو شدن و همین. جناب تفضلی صاحب برند اسب بخار استوریاشون رو دیشب دنبال می‌کردن، حالا یه تیکه انداختم به جناب گلزار که مثلا با این سیس خودرو چینی سوار میشن، اما خودروش هم قیمتش حدود 4 میلیارد خورده ایه. اما ولی در پایان اون صحبتشون گفتن که انصافا خودرو با کیفیت و پر امکاناتیه.
به گفته خودشون یک فرد متخصص در زمینه خودرو. ببینید، یک واقعیتی رو ما باید در نظر بگیریم، سیاست دولت رو در نظر بگیریم نسبت به اینی که چقدر داره باج میده به دولت چین و چقدر محصولات چینی در بازار ایران فروش دارن. اینو باید بهش بپردازیم. مورد دوم این که دلش نمیخواد خودروهای خارجی وارد شه، ولی به اینم بپردازیم که خب این خودروهای چینی چه عمل کردی دارن. خودروهای واقعا با کیفیتی هن. بزرگترین ضعفی که دارن اینه که خب باگ دارن، بیشک سالهای اولشونه که دارن این همه تکنولوژی وارد میکنن و این برند لوکساشون نیست که وارد بازار ایران میشه. اینا باید در نظر بگیریم. خدمات پس از فروششون عموما ضعیفه، میدونی؟ و یه موضوع دیگری هم هست، چون من خودم قصد دارم مثلا خودرو بگیرم، همش دارم به این فکر میکنم. خب ببین، تو مثلا با پول 3 میلیارد تومان میتونی یه خودروی چینی خیلی خفن سوار شی، بعدش به روز تکنولوژی داره. و برای منی که اهل تکنولوژی هم، تکنولوژی خیلی مهمه. اینی که میشینم توی ماشینی چه میدونم پورت USBش 2 ولت 5 آمپره که میشه 10 وات خیلی مسخره است، ولی خودروی سوارشم که شارژر وایلس داشته باشه خیلی برام جذابه، برای من حائز اهمیته. و خودروی خارجی که چینی نباشه، کره‌ای باشه، آلمانی باشه، اینقدر بخواد به روز باشه، فکر کنم اصلا از توان مالی من خارجه. پس احتمال این که بخوام برم سراغ خودروی چینی خیلی زیاده. من نگاهم سرمایه‌ای نیست، دوست دارم استفاده کنم، لذتشو ببرم. قطعا ضررهای خودشو داره، ولو معایب خودشم، مزایای خودشم داره. این از این مثلا صرفا نگاه منو نسبت به این ماجرا بدونین. و خب میدونی وضعیتی که دیگه اتفاق افتاده چندین سالم هست، تلاش‌های مکرری هم شد که باهاش مبارزه بشه، ولی دستای بالا دست قوی ترن. دیروز اینو من دیدم، خیلی متوجه نشدم چیه و الان دارم متوجهش میشم. فروش حواله جانبازی 70% 30,000 یورو ارزششه. یه نیسان قشقایی انتخاب کرده که قابل تغییر می باشد. وکالت اقرار قولنامه و سفته 6 میلیاردی رو میپذیره. 0-100 پلاکو برات انجام میده. یکی یه زمانی جونشو گذاشت، سلامتیشو گذاشت، اعتبار اجتماعیشو گذاشت، رفت جبهه، خانوادهشو رها کرد، این شکلی صدمه دید، جانباز شد، بعد الان بهش یه حواله دادن. اون خودرو به دردش نمیخوره. شاید اصلا پا نداره از اون خودرو استفاده کنه، دست نداره از اون خودرو استفاده کنه، و این چنین حوالهشو داره میفروشه. اختلاف طبقاتی درد بزرگیه که این روزها جامعهمون رو گرفته و از سر نظام سرمایه‌داری میاد و بیکفایتی دولت از لحاظ اقتصادی، دلار 60,000 تومانی و خیلی موارد این چنینی که کم اصلا نیستن. افسوس برای این روزهای ایران. امیدواریم بهتر رو ببینیم. خب بریم سر سراغ جعبه گشایی اپل ویژن پرو. من خودم ندیدمش تا با هم تو خبر امروز ببینمش. It's final here. بعد صحبت بکنم یا میتونم ببندم صداشو ببندم که کپی رایت نخوریم. چیزی که باید در مورد اپل ویژن پرو بدونین، نگاه اپل به این دسته از محصولات کمپیوترینگ هست. کامپیوترهای فضایی، اسپیشال به معنای فضایی. اولین باری که استفادهش کرد در ایپادهاش بود، اسپیشال آریو، صدایی که در فضا پخشه. و این ویژن پرو که انتخاب کرده 1 ترابایتیه. حالا با اینش کاری نداریم. من خیلی نگرانم که کپی رایت بخوره این ویدیو، از لحاظ مالی نتونیم مانیتایزش کنیم. پیش میریم. اوکی، یه جعبه خیلی بزرگ که داخل خیلی جعبه بزرگیش یه جعبه دیگه است. اوکی، اوه وای چه کیس نرم خوشگلی داره. لنزاش از برند زایسه. واو، برای افرادیه که چشماشون فکر میکنم ضعیفه اگه اشتباه نکنم، یا شاید هم باید کلن برای همه نصب بشن. کیس جا به جا کردنشه. و میریم سراغ جعبه خودش. اوه
من دارم به این فکر میکنم که این وسایل کامپیوتر فضایی یه ایرادی دارن. ببین شما تا امروز وقتی میخواستی با موس و کیبورد کار کنی یه این شکلی بوده دیگه. بعد مثلا توی این حالت تو باید دستاتو تکون بدی و این خسته کننده است. متوجه هستین؟ مثلا میخوای سلکت بکنی، البته این با چشم جا به جا میشه. آره اصخایی میکنم، ولی خب در خیلی از جاها باید از دستات استفاده کنی. این شکل اپل ویژن پرو کار میکنه، چشما رو ترک میکنه، چشمات نقش موسن. اوکی؟ هر جا رو نگاه بکنی باید کافی کلیک بکنی، یعنی خیلی سریع میتونی تایپ کنی. تایپ که سخته انصافا، ولی بین منوها جا به جاش خیلی سریعه. اوه 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 اوه، یه کاور داره روی نمایشگرش. بعد این یه پارچه است پشتش. اوکی. شارژرشه. یه کابل سفید بلند داره. به نظر من بهترین استفادهش اینه که مثلا رو میز کامپیوترت بذاری استفاده بکنی، در بیاری، خیلی باش جا به جا نشی به سبب همین مسئله حمل پاور بانکش که 3166 میلی آمپر ساعتیه. یه دونه هم شارژر داره. چه جالب، شارژر رو داخل جعبه گذاشته. اینم کاتالوگ استفادهش هستش که چطوری استفاده کنی. اوکی، میریم جلوتر. چرا خفن. ببینید این قسمت جلوش وقتی میذارنش رو صورتشون چشماشون معلوم میشه. نکته باحالش اینه که این ماد شفاف نیست، اون چیزه دوربینه که چشمها رو بازسازی میکنه و تصویری که از طرف میبینید یه تصویره که دوربین داره به نمایشگر میده، تصویر واقعی خود فرد نیست. ببینید نها کنید، اولش چشماش مشخص نیست ولی جلوتر که میره چشماش مشخص میشه. خدای من، یه نکته خیلی باحال داره نسبت به متاکوست 1 که من استفاده میکنم. متاکوست 1 صورتتو به هم میریزه، اینجای فرم بینیناتو تغییر میده، ولی این اینطوری نیست. جالب بود. اگر دوست دارین بخرم تستش کنم بگید لطفا تو کامنت ها، چون اصلا چیزی گرونی نیست. 3500 دلار، دلار 60000 تومانی، اون 180 میلیون، 190 چی 210 میلیون، همین طوریش دیگه. بخواد شیپمنت و سود و واردات و اینا. پلی استیشن استیت آف پلی 17 ساعت دیگه حدود، ببین الان 16 ساعت دیگه، اگه ساعت الان 8 و نیم صبح، 12 ساعت دیگه 8 و نیم شب، 4 ساعت هم بذاریم روش، 12 و نیم شب 1 شب مراسم استیت آف پلی سونیه که من قطعا اون ساعت خوابم. فردا خبر امروز براتون اخبارشو میذارم. سامسونگ گفته که تا سال 2025، یعنی تا پایان 2024، 100 میلیون دستگاه به قابلیت‌های AI ما مجهز میشن. گالکسی زی فلیپ 5، زی فولد 5 و گالکسی S23 اولترا. به S22 و S21 نمیرسه. و گفته که بعد از پایان 2025 اونهایی که میخوان خدمات حرفه‌ای‌تری دریافت کنن میتونن پول پرداخت کنن، اما اینی که اون موقع چه خدماتی دارن خودشون هم نمیدونن، چون نمیدونن که مسیر پیشرفت هوش مصنوعی و دستاوری های نرم افزاریش چی خواهد بود تا اون موقع. آها یه نکته بگم، دیروز من ویدیوی تفاوت هوش مصنوعی S24 رو با پیکسل 8 پرو گرفتم که خیلی ویدیوی هیجان انگیزیه. به زودی فکر کنم اول هفته آینده اینطوریا تو یوتیوب پابلش بشه، ویدیوشو ببینین، خیلی جذابه و متوجه میشید که سال اولی که هوش مصنوعی به گوشی اومده چقدر کار آمده، به درد میخوره یا نه. خبر بعدیمونو اختصاص میدیم به ای‌سیم. ای‌سیم چیه و چرا حائز اهمیته؟ آینده سیم کارت‌های فیزیکی امروز به کجا میره؟ ای‌سیم همون سیم کارت الکترونیکیه و تفاوتش با مابقی سیم کارت ها اینه که خب فیزیکی نیست، اما خیلی مزایا داره، معایبی هم نداره. تنها موبایلی هم که در جهان الان سیم کارت فیزیکی پشتیبانی نمیکنه آیفون 14 و 15 که اونایی که مختص منطقه آمریکای شمالی ان این قابلیت ها رو دارن.
بعد شما تصور بکنید که میتونید چندین شماره مختلف رو بذارید داخل گوشه موبایلتون و محدود به دو سیم کارت نیستین و علاوه این که قابلیت رومینگتون خیلی گسترده تره و به درد سرهای سیم کارت فیزیکی امروزی نیست با محدودیت پشتیبانی از اپراتورهای مختلف. خیلی جالبه، یه سری اخبار خیلی برام عجیبه. طرف اومده تو مراسم سامسونگ شرکت کرده، بعد استریم بعدیش که میاد داره با آیفون استفاده میکنه، خبرش پخش میشه، بعد یهو خبرش میاد که دیگه من دارم خدافظی میکنم. طرف گویا حتی استریمر سالم بوده و اعلام کرده خب دیگه خدا نگهدار، یه دهه ما با هم تو توییچ کار کردیم، خداحافظ، دیگه من نمیخوام تو توییچ باشم. خب مهمترین دستاوردهایی که از اپل انتظار میره به iOS 18 اضافه بکنه طبیعتاً هوش مصنوعیه و از زمانی که ترند هوش مصنوعی شروع شده هیچ خبری از اپل نیست که داره روی این موضوع کار میکنه. یعنی هستا اخباری ازش میاد که داره روی موضوع کار میکنه، ولی اینی که روی چی داره کار میکنه هیچ کسی چی نمیدونه. احتمال خیلی زیاد در iOS 18 سیری به هوش مصنوعی مجهز بشه، چیزی که مثلا گوگل با جمنای خودشو مطرح کرد یا پیشتر با گوگل بارد خودشو مطرح کرد. امیدوارم این اتفاق بیفته، اما اپل دیگه مثلا میبینی همین قضیه رو 2 سال عقب میندازه، ولی وقتی اضافهش میکنه خیلی کار اومده. به هر صورت عقبم ممکنه بیفته. یه امکان دیگه هم اینه که احتمالش هست RCS رو پشتیبانی بکنه. با حضور هوش مصنوعی های به کار رفته در گوشی های امروزی اندرویدی احتمال اینی که اپل بخواد RCS رو پشتیبانی بکنه هست. RCS همون قابلیتیه که شما میتونید از اندروید مثل iMessage برای یه گوشی آیفونی پیام بفرستید و دیگه پیامک نباشه، یه اسمس مثل پیامرسان‌های اینترنتی. یه تصویرم ببینیم از ایستگاه فضایی بین المللی که توش چه خبره. خیلی تصویر هیجان انگیزیه، نگاه کن. ببین مثلا طرف 6 ماه میبینی تو این فضا داره زندگی میکنه. واو، روان خیلی قوی میخواد انصافا. بعد فکر کن معلقی، اینش خیلی عجیبه، هیچ فشاری رو ماهیچه هات نیست. سوپر بول نام مسابقات فینال فوتبال آمریکاییه که هر ساله در یکی از شهرهای آمریکا برگزار میشه، بستگی داره که کدوم تیم به فینال برسه. حالا احتمال اینم هست که تیلور سویفت خواننده بسیار ترند سال 2023 اونجا اجرا داشته باشه، احتمالش هست. ای هست که گلکسی زی فلیپ 6 میخواد باتریشو ارتقا بده. باتری زی فلیپ 6 در حال حاضر 3700 میلی آمپر ساعت هست که متشکل شده از 2 هسته سلول باتری، یکی هر کدوم 1800 1850 میلی آمپر ساعت، اما احتمالش هست که هر کدوم به 2790 میلی آمپر ساعت افزایش پیدا بکنن و این یه خبر خیلی خوبه، چون اگر این اتفاق بیفته 2700 5000 میلی آمپر ساعت باتری رو به دست خواهد آورد و طول عمر باتریش خیلی بالاتر از 3700 میشه که الان داخلش به کار رفته. در جریان هستید دیگه، نمایشگرهای S24 اولترا بازتاب نور خیلی کمتری دارن نسبت به دیگر نمایشگرها. بعد کاربرا اومدن اونو با S23 اولترا مقایسه کردن، میگن تصاویرش بیرنگ و لعابه. من خودم متوجه چنین چیزی نشدم، ولی جالبه، میرم تستش میکنم. یونیکورن های خفته در کجای ایران قرار دارن؟ وقتی یک استارتاپ به ارزش 1 میلیارد دلار برسه از استارتاپ تبدیل میشه به یونیکورن، همون اسب تک شاخ. چند وقت پیش معاون علمی رئیس جمهور گفته من تا چند سال دیگه 3 تا 5 تا یونیکورن در ایران خواهیم داشت. در جریان باشید، همراه اول تنها یونیکورن ایرانه. ایران سلام. گزارش نکس لوکس از VOD ها پرطرفدار میان کودکان و بزرگسالان، نامحبوب برای نسل زد. پرطرفدارترینشون با بازار 66.7% هم مربوط به فیلیموه، بعدش فیلمنته، بعدش نماواه، بعدش هم مابقیه. حالا جالبه، طبق این آمار تعداد افرادی که محتوای نمایش خانگی رو از ویدیو کلوب ها و دست فروش ها تهیه می کنند بیشتر از افرادی هستند که از سایت ها دانلود می کنند. اینو می خوام بگم که
هنوز که هنوزه اکثریت در جامعه ایران اکثریتی هستند که به زندگی قدیمی علاقه مندن. چرا؟ چون در عموم شهرهای ایران اینترنت هنوز قوی نیست. اینترنت یه چیز اضافه ای هم هست. کامپیوتر هم خیلی مردم استفاده نمی کنن. یه گوشی ساده دارن، کارشون راه میفته. یعنی سبک زندگی در شهر تهران رو بذارید کنار، کل ایران رو نگاه کنید. میدونی داستانش اینطوریه که به نظر من این رشدهای این چنین بروز شدن و تکنولوژی زیرساخت میخواد. طرف باید مترو رو ببینه مثلا، نمیدونم اتوبوس‌های حرفه‌ای داخل شهری رو ببینه، تاکسی‌های جدید رو ببینه تا تکنولوژی رو احساس کنه، تکنولوژی رو درک بکنه. میدونی وقتی هنوز میره بقالی مثلا ترازو دیجیتال استفاده نمیکنه، آنالوگ قدیمی رو 50 سال پیش استفاده میکنه، طبیعیه همچین جایی تکنولوژی خیلی جایی نداشته باشه، چون داره کارشون راه میفته. گزارش مرکز آمار میگه گروه ارتباطات بیشترین سهم از تورم قیمتی رو در دی ماه داشته. ببینید ارتباطات که میشه همون اینترنت 8.5 شاخص تورمش بوده. گوشت قرمز و سفید 5.5، میوه و خشکوار 4.3 و بعد همینطوری میاد پایین‌تر. خب اینم به سبب افزایش قیمت ناگهانیشون بود دیگه. مرکز تجارت الکترونیک به موضوع فروش قسطی آنلاین ورود کرد. شما میتونید کالاها رو قسطی خریداری بکنید، نه اینکه وام بگیرید، قسطی خریداری بکنید. محققان موجودات کاملا ناشناخته‌ای در دستگاه گوارش انسان کشف کردند. محققان دانشگاه استنفورد در بدن انسان موجوداتی کشف کردند که در یک ردبندی جدید از موجودات ویروس مانند هستند. میگه که این موجودات که به آنها ابلیسک مثلا گفته می شود، قطعات مرموزی از مواد ژنتیکی دارند که توالی قابل تشخیص با شباهت ساختاری شناخته شده با هیچ عامل بیولوژیکی ندارند. 48 روز مونده به پایان سال، براتون آرزوی روزی خوب و داریم نزدیک میشیم به آخر هفته. آخر هفته خوبی دارم. خدا یار و نگهدارتون. خدا حافظ.